از دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب. آقای دکتر، رأی دادگاه بین المللی دادگستری تا چه حد از اهمیت برخورداره و چه تأثیراتی به دنبال خواهد داشت؟ بفرمایید. بله، این رأی بسیار بسیار زیاد رأی مهمی تلقی میشه. ببینید، بایستی اول در نظر گرفت که این رأی بر اساس درخواست مجمع عمومی از دیوان دادگستری لاهه صادر شده، یعنی یک رکن سازمان ملل متحد که مجمع عمومی باشه، از رکن دیگر سازمان ملل متحد که دیوان بین‌المللی دادگستری باشه تقاضای رأی کرده بود که نظر بدهد که سرزمین‌ها یا اشغال شده است یا نشده است. الان دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه رأی داده که این سرزمین‌ها یعنی کرانه غربی و منطقه شرق قدس یا اورشلیم به اصطلاح جزء خاک‌های فلسطین محسوب می‌شود. حضور اسرائیل در اینجا غیر قانونی است و می‌بایستی اشغال رو پایان بده، شهرک نشینی رو پایان بده و در این حال غرامت هم پرداخت کنه. ببینید، وقتی که زوایای این حکم رو شما بهش نگاه میکنید، اونم از جایگاه یک عالی ترین دیوان و دادگاه جهانی، یعنی دیگه بالاتر از ICJ بهش میگن، از بالاتر از دیوان بین المللی دادگستری هیچ دادگاهی وجود نداره. این رأی بسیار رأی محکمی هستش. در محکم بودنش این که شما نگاه کنید، هیچ کشوری از کشورهای دنیا، حتی نزدیکترین دوستان اسرائیل هم نتوانستن به این حکم اعتراض کنند. مثلا امریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، هیچ کدوم نیومدن بگن که نخیر، این حق اسرائیل هستش که در این سرزمین ها باشه، این رأی دادگاه را مقبول نیستش. هیچ کشوری، فقط تنها کشوری که اعتراض کرده به این حکم خود اسرائیل بوده، خود آقای نتانیاهو بوده. خب اونم منطق، اونم روشن هستش که اونا خب طبیعتا حکم رو نمیخوان بپذیرن. پس بنابراین این حکم اولا بی سابقه است، دوما دو تا نهاد سازمان، دو تا رکن سازمان ملل پشت سر خودش داره، یعنی مجمع عمومی و دیوان بین المللی دادگستری. سوم اینکه این حکم مورد اعتراض هیچ کشور دنیا قرار نگرفته. چهارم اینکه معنای این حکم این هستش که اسرائیل در یک محکمه بین المللی در انزوای کامل قرار گرفته. البته جزئیات بسیار زیادی این حکم داره که حالا در نوبت‌های دیگری باید بهش پرداخت، چون پیامدهای حقوقی زیادی داره. فقط این نکته رو یادآور بشم، شاید مخاطبان شما این پرسش رو داشته باشن. حالا که دیوان این حکم رو صادر کرده، آیا معنیش این هستش که اسرائیل الان ملزم می شود که این خاک ها رو ترک کنه؟ متاسفانه یکی از نواقص احکام دادگاه بین المللی دادگستری لاهه این هستش که الزام آور نیستن، قانونی هستن، ولی ابزاری برای اجرای این حکم وجود نداره. در دعاوی، در دادگاه های معمولی، شما میرید حکم میگیرید، بعد میرید به اجرای احکام، حکم رو اجرا میکنن. این سیستم اجرای احکام در نظام بین الملل وجود نداره و طراحی نشده. ممنونم از همراهیتون. با تشکر از دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.